سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز. درخواستای زیادی داشتیم برای کاچی با مقیاس کم. من سعی میکنم این کاچی که آموزش میدم به نحو ساده باشه تا همه عزیزان بتونن تو منازلشون تهیه کنن، مخصوصا برای خانمایی که تازه وضع هم کردن. این کاچی بسیار مفیده. من سعی میکنم تمام این مواد رو به شیوه خیلی راحت آموزش بدم تا هم برای عزیزان الان هوا سرده برای فرزندان دلبندتون تهیه کنید و هم برای خانمایی که تازه وضع حمل کردن براشون خیلی مفیده و شیر مادر رو زیاد میکنه. من با مواد اولیه کارم رو شروع میکنم. اینجا من سعی میکنم از آرد گندم برای دو قاشق آرد گندم توضیح بدم، چون دیگه یک قاشقش واقعا کمه. برای دو قاشق آرد گندم، البته باید سرپور باشه، من اینو قبلا اندازه گرفتم، دو قاشق کامله. برای دو قاشق ما یک قاشق روغن نیاز داریم. من یک قاشق و این یک قاشق رو تقسیم میکنم به نصف کره، نصف قاشق کره و نصف قاشق روغن نباتی، یعنی روغن جامد. برای دو قاشق آرد گندم ما نیاز داریم به دو قاشق و نیم شکر، یعنی هر چقدر که آرد گندممونه دو قاشق به اضافه نیم، یعنی برای دو قاشق آرد گندم دو قاشق و نیم شکر نیاز داریم. زعفران دم کرده به میزان لازم، گلاب به میزان لازم. برای دو قاشق آرد گندم یک لیوان پر آب ولرم، یعنی جوشیده سرد شده نیاز داریم. البته بستگی به آردمون داره، بعضی از آردا بیشتر قوام میان، احتمال دارید آب بیشتری استفاده شه. این روی حرارت مشخص میگه، اگه بیشتر نیاز داشت تقریبا یه نصف کمتر، یعنی یک چهارون شما بهش اضافه کنید. حالا من اینو روی گاز عملی بهتون نشون میدم. من ظرفم رو حرارت مستقیم گذاشتم، زیرش رو با شعله خیلی ملایم روشن کردم و سعی میکنم این آرد رو توش سرخ کنم، مثل حلوایی که قبلا بهتون آموزش داده بودم. اگر حرارت زیاد باشه آردتون میسوزه و بوی خامی به خودش میگیره، یعنی شما فکر میکنید آردتون آماده است ولی در حقیقت خامه و فقط سوخته. با حرارت ملایم آردتون رو سرخ میکنید. مرتب آرد رو هم میزنیم. تا کاملا سرخ شه اگر دقت کنید آردمون داره کف مانند میشه، یعنی نزدیک سرخ شدنشه. همونطور که دقت میکنید رنگ آردمون داره تغییر میکنه و بوی مطلوبی از آرد بلند میشه. رنگ آردمون تغییر کرده کاملا. اگر بیشتر از این بذارم آرد بوی سوختگی میگیره. رنگش رو دقت کنید، خیلی رنگ قشنگی پیدا کرده. خب توی این مرحله آب ولرممون رو به کاچی اضافه میکنی و مرتب هم میزنی.
دو قاشق و نیم شکری هم که داشتیم توی این مرحله اضافه میکنیم. دو کافی. گلاب رو اضافه میکنیم، هم میزنیم. اصلا نباید گلوله توش باشه، باید فوری گلوله ها باز بشه. گلوله ها باز شده، الان زعفرون رو اضافه میکنم. اجازه میدم تا کاچی به جوش بیاد و به اون غلظت مورد نظرمون برسه. دورش رو تمیز کنیم. همونطور که میبینید واقعا رنگ قشنگی به خودش گرفته. و داره غلیظ میشه. غلظت کاچی باید از ماست یک ذره شلتر باشه، چون وقتی بمونه سرد بشه خیلی غلیظتر میشه. هنوز کاچیمون به جوش نیومده. وقتی که جوشید با شعله خیلی کم میذاریم تا دم بکشه. همونطور که دارید مشاهده میکنید کاچیمون داره میجوشه و غلظتش اگه دقت کرده باشید غلیظ شده. با شعله خیلی کم میذاریم 5 دقیقه به این شکل جوش بخوره، هم بوی خامی آرد کامل گرفته بشه و همون غلظت مورد نظری رو که میخوایم به دست بیاره. من صرف شده این کاچی رو نشونتون میدم. کاچی ما آماده شد، من اونو تزیین کردم و با گلهایی که خودم درست کردم تقدیم میکنم به همه عزیزانم. این کاچی ساده ترین نوع کاچی و خوشمزه ترین نوع کاچیه که من توصیه میکنم حتما خانوم های شیرده از این کاچی بپزن و استفاده کنن و شیرشون زیاد بشه. نوش جانتون. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار شما.